امروز استانداران و فرمانداران سراسر کشور به ساختمان فاطمی آمدند تا با حضور تیم اقتصادی دولت آخرین هماهنگی‌ها را برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها انجام دهند. معاون اول رئیس جمهور نخستین سخنران جلسه صبح بود که گفت پرداخت یارانه‌ها از ابزارهای دولت برای توزیع عادلانه درآمدها و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است. معاون اجرایی رئیس جمهور هم میهمان بعدی این نشست بود که گفت نرخ جدید بنزین احتمالاً اوایل اردیبهشت اعلام خواهد شد. آقای شریعت مداری افزود سناریوهای مختلفی برای افزایش نرخ بنزین مطرح شده، اما محتمل ترین و نزدیکترین سناریوی قابل اجرا قیمت 700 تومان برای بنزین سهمیه‌ای و 1000 تومان به نرخ آزاد است. شریعت مداری به تشریح سناریوهای مختلف برای قیمت سوخت پرداخت و گفت با پایش بازار تاثیر افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر کالاها و خدماتی که وابستگی بیشتری به قیمت این حامل‌ها دارند بررسی شده است، اما شیب افزایش قیمت این حامل‌های انرژی بسیار ملایم خواهد بود. تصمیم گرفت که یک طیفی از درآمدهای مختلف رو ازش ذکر کنه و از مردم محترم و شریف کشورمون بخواد در این ثبت‌نام جدید که بگن جزو کدوم یکی از این گروه های درآمدی هستند و با یک بررسی دقیق تر و یک آگاهی متکی بر خود اظهاری دقیق تری نسبت به میزان درآمد مردم، اگر مصلحت بود بخشی از کسانی که دارای نیاز نیستند رو بعداً از جرگه دریافت کنندگان یارانه حذف کنه و الا همه اونا که ثبت نام کردن رو بهشون یارانه پرداخت کنه. این نگاه دولت در موضوع پرداخت یارانه هاست. همه امکانات الان الحمدلله در روستاهای ما در حوزه وصل و ارتباط با اینترنت و برقراری ارتباط فراهم هست. بحث پهنای باند و مشکل ارتباط مطرح بوده در نشستهایی که وزیر محترم مخابرات داشتند و کارشناسای اونها حدود یک ماه روی مسئله کار میکنن، به ما اطمینان داده که انشالله اشکالی در سیستم نخواهد بود و سیستم کاملا ظرفیت پاسخگویی را با توجه به تقسیم بندی که شده به صورت روزانه بر اساس نظام خاصی باید ثبت نام بشه را پاسخگو هست. وزرای تعاون، رفاه، کار و تامین اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کشور سخنرانان عصر امروز گرد همایی یک روزه استانداران و فرمانداران سراسر کشور هستند که به بررسی دیگر ابعاد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها می‌پردازند.